در جستجوی خوشبختی. به به، بریم و ببینیم امروز چه خبره. اخ اخ اخ، وای وای کلم. این پوست موز اینجا چی کار میکنه دیگه؟ حتما شب بوده، چشمم سطل آشغال رو ندیده. اینم از بدشانسی منه دیگه. ای بابا، پس این خر کجاست؟ ای خری، خره، باز کجا رفتی؟ ای خره نادو، صد دفعه گفتم با سگ همسایه شوخی نکن، جنبه نداره. اون از پوست موز، اینم از این اولا. خدا سومیشو بخیر. برید کنار، سومیش رسید. همین الان خبر اومد که تو کیسه آرد یه تاجر مشهور یه وزق پشت خاکستری پیدا شده. پیدا بشه، ربطش به ما چیه؟ همین دیگه، بعد از این خبر قیمت آرد تو بازار به شدت کم شده و الان هر کیسه آردو فقط به یک سکه خرید و فروش میکنن. چی؟ یه سکه؟ بابا چه خبره؟ ما هر چیز گنده و دسته که میخریم. ای بابا اصلا نخواستیم این قصه رو، من میرم. من نمیدونم زمینه به این بزرگی برای چی یه شاب سنگ اندازه این نخود باید صاب بخوره وسط کله کچل من. چه میگی خری؟ بخت از پدر برگشته؟ آره خودشه، بخت دیگه با پدر یار نیست. بسرم، این کتابی چیزی نداری که توش نوشته باشه چطوری میشه این بخت با همون آشتی کنه؟ راستش در این مورد تا حالا کتابی نخوندم، اما میدونم که یه خواجه ماجد واجد هست که اون طرف کوه قاف زندگی میکنه. میگن اون تنها کسیه که جواب همه سوالات سختو میدونه. خواجه ماجد. آره، پیش به سوی خواجه ماجد واجد. بابا خسته شدم. بسرم با این چانسی که من دارم، میترسم آخرش در راه رسیدن به خواجه ماجد واجد تلف بشم. کی بود گفت خواجه ماجد واجد؟ وای نه، قول بیامونی. وای آقا قوله، به من گچل رن کن. زود به بگو ببینم واسه چی داری میری پیش خواجه ماجد واجد؟ واسه اینکه یه سوال خیلی مهم ازش بپرسیم. کی تو؟ خب حالا که تو اونجا میری، چرا یه سوالم از طرف من از خواجه ماجد واجد نمیپرسی تا در عوضش منم از خیر خوردنتون بگذرم؟ شما سوالتون رو بفرمان، ما جوابو براتون میاریم. باشه، مدت زیادیه که همیشه کمر و گردن من درد میکنه. اگه خواجه ماجد واجد رو دیدید ازش بپرسید من چی کار کنم تو این درد دست از سر من برداره بابا؟ باشه خاله، من به تو اطمینان دارم. خدافظ. اوف، به خیر گذشت. زود بریم تا یه بلای دیگه سرمون نیومده. ای بای مرده، من گشنگیم. آره خره، اونجا رو یک کنبازه از زمین در اومده، بریم بخوریمش تا از گشنگی تلف نشدیم. کنبازه دوست، زود توضیح بده ببینم اینجا چه خبره. ای وای، کشاورز مهربون، ما رو ببر، ما فکر کردیم این کنبازه صاحب نداره. همه جون همین حرف رو میزنی، اینا رو باید جلوی داروغه بگید. ای وای آقای کشاورز، باور کنید اینجوری که شما فکر میکنید نیست. ما داشتیم میرفتیم پیش خواجه ماجد واجد که خواجه ماجد واجد؟ چی شد؟ از شنیدن نام خواجه ماجد واجد دیگرگون گشتم، زیرا که من همیشه آرزو داشتم تا از خواجه سوال مهمی بپرسم. شما بفرمایید سوالتون چیه؟ ما جوابشو براتون میاریم. سوال؟ سالها پیش آقا جون خدابیا مرزم این زمین رو برای من به ارث گذاشت و وصیت کرد که این زمین رو هیچ وقت نفروشم، زیرا این زمین از هر گنجی ارزشمندتر است. خب سال چیه بابا جون؟ زودتر بگو، خواجه بعد از چهار تعطیل میکنه. سال من اینه که بس چرا این زمین این همه بایه رو به درد نخوره؟ هیچ محصول خوبی نمیده، کمبوزه هاش هم مزه نداره، پس من باید با این زمین چه کنم آقا جان؟
خیلی خوب، باشه میپرسیم و جوابشو بهتون میدیم. اوه چه خوب، منم در اجازه لطفتون این کمبوزه رو به این خر میبخشم. ایوا کمبوزم، خداحافظ آقای کشاورز، منتظر ما باش. خداحافظ همتون. آخیش حداقل یه خود زیر سایه این درخت استراحت کنی. ببینم پسرم، تا خونه این خواجه ماجد واجه چقدر دیگه مونده؟ چیزی نیست، یه ایسقا دیگه بریم رسیدیم. آره، نه زود باشید ببینم بگی تو ملک آبا و اجدادی من چی کار میکنید. ای وای، بازم مصیبت. مگه کورید نمیبینید اینجا تابلو داره؟ چی میگی خره؟ داشتید میرفتید پیش خواجه ماجد واجد؟ آره. منم یه سوال دارم، بی زحمت از خواجه بپرس، چرا من پیرزن همیشه خدا اینقدر دلم میگیره؟ بابا خسته شدم، خب چی کار کنم بلکم یه خود دلم باز بشه؟ خیالتون راحت مادر جون، جواب سوالتون رو تقدیم میکنیم. آخ مردم بزن اون قنقره بده چی آب بخورم. بیا پدر جان. گم تو آتشتم بذارم یه قلوب از اون آب به من میدی؟ الان هفت شبانه روزه که چیزی نخوردم. باشه بیا پدر جان. انگار 200 سال دیگه به عمرم اضافه شد. ممنونم جوون، بگو که در عوض این لطفت از من چی میخوای؟ پدر جان قابل شما را نداشت. نه این حرفو نزن، هیچ میدونید که من کی هستم؟ من خواجه ماجد واجدم. آی دستم به دامنت خواجه، به من بگو. صبر کن پدر جان، بهتر نیست اول سوالات مردم رو بپرسیم؟ آخه خب به گردن ما حق دارن همشون. ای بابا خیر، خب بپرس. بله خواجه، توی رای پیرزن و یه کشاورز و یه خول بیابونی دیدیم، خلاصه که نمیخواد دیگه چیزی بگی. بیا این جواب سوالای مردم هر کدومو بده دست خودشون. حالا سوال خودتو بپرس عمو جون. بعد عمو جون راستش چند میدم چی شد؟ بدبخت شدیم رفت. بخت عمو رمزون رو اشتباهی گذاشتم لای یکی از این نامه ها. اینم از بدشانسی منه. نه پسرم اینجوری نگو، تو بیا برو جواب این بنده خداها رو بده. هر جا بخت خودتو پیدا کردی دیگه فرصتو از دست نده. خداحافظ، یادت نره یه وقت فرصت سوزی نکنی. ای بابا بذارم عجله کن، باید جواب مردم رو بدیم. آره پدر جون، باید بختمون رو زودتر پیدا کنیم. مادر جون، خواجه ماجد واجد نوشته که مشکل شما تنهاییه. بله شما باید یه همسایه خوب داشته باشی. ایوا چه حکیمانه، راست میگه ها، فهمیدم چی کار کنم. ببین خره، من پیرزن ثروتمندی هستم، کافیه تو با صاحبت و پسرش بیاین در همسایگی من زندگی کنین. نه تنها هزینهاتون با منه، چون وارثیم ندارم، هر چی که دارم میرسه به شما. پیشنهاد خوبیه مادر، راست میگه، چه شانس. آره باید پیشنهاد مادر رو قبول کنیم. چی؟ راست میگه. آره بابا اگه بعدی بهتر بود چی؟ آره ببخشید مادر جان، پیشنهاد شما خیلی سخاوتمندانه است، اما فعلا کار داریم و باید جواب سوالای مردم رو بدیم، شاید بعدا دوباره برگشتیم. به نظر خواجه گنجی که آقا جونت ازش حرف میزنه تو زمین، قربونت برم، نه روی زمین. پس زمینو بکن گنج بابا تو وردار، فهمیدی یا نه؟ راجش من آدم لاجونی هستم، شما بیای زمین رو برام بکنید، منم از اون گنج یه درصدی که به شما میدم. هورا، بالاخره وقت به من برگشت، خوشبخت شدیم. هنوز نامه یه قوله رو ندادیم، اگه یه وقت بهتر تو نامه باشه چی؟ ای بابا خوب گوش کن آقا قوله، این جوابیه خواجه به شماست. میگه علت درد کمر و دست و پا و سر شما اینه که همه کارهای خونت و خودت به تنهایی انجام میدی، در صورتی که قوله به این گندگی حتما باید 3 تا نوکر نادون داشته باشه که قدر فرصتاشون رو نمیدونن.
ببینم شما به همونی که من فکر میکنم فکر میکنید؟ وای نه وای آره زود به صف شید که باید همه یه جورابامو واسم بشورید آخ جون دیدید بچه ها حواستون رو جمع کنید که هیچ وقت طمع نکنید فرصت ها رو باید غنیمت شمرد